قصه ای از کتاب پرواز به خاطرات. عمان بخش سوم. در آن زمان گفته می شد که سلطان پیشین عمان یعنی پدر سلطان قابوس را در خفا کشته بودند و به جایش یک استوار مجارستانی را که شباهت بسیار زیادی به او داشت به جایش نشانده بودند و از آمد و شد محارم سلطان به کاخ سلطانی جلوگیری می‌کردند تا راز این توطئه برملا نشود. اما برادر سلطان متوجه موضوع شده بود و با توجه به سن کم قابوس و اینکه آن کودک در دست انگلیسی‌ها بود و از خود نمی‌توانست اراده‌ای داشته باشد، سر به شورش برداشت و علیه ظاهراً برادرش و در واقع آن استوار مجاری قیام کرد و به سایر شورشیان پیوست و در این قیام چون از امتیاز خانوادگی بهره‌مند بود به زودی تبدیل به یکی از بزرگترین مخالفین دولت گشت. روباه پیر به مدت 14 سال آن استوار را در حکومت عمان نگه داشت تا آنکه قابوس او را از کار برکنار کرد و خود پادشاه جدید کشور شد، که البته بدون موافقت روباه نبود. عموی سلطان قابوس به تصور اینکه او آلت دست انگلیس هاست هنوز با دولت در جنگ بود و تا جایی که میتوانست به سربازان و منافع انگلیس حمله میکرد و ایجاد تلفات مینمود. بخش بزرگی از ظفار هم در اختیار عموی سلطان بود که خود را جانشین به حق سلطان می دانست و خود را سلطان می نامید. با نیروهای ایرانی درگیر نبرد بودند. با گسترش دامنه نبرد توسط نیروهای ایرانی و استقرار قانون کشوری در مناطق آزاد شده، سلطان قابوس نیز آرام آرام شروع به و در جهت پیشرفت کشورش اقداماتی را آغاز نمود و با الهام گرفتن از ایران کارهای زیربنایی را صورت می‌داد که اندک اندک مایه خوشحالی مردم خود می‌شد. در میانه نبردها عموی سلطان بیمار شد و وضع مزاجیش رو به وخامت گذاشت. در آن کشور بخت برگشته بیمارستانی که بتواند او را معالجه کند وجود نداشت و آنچه که بود متعلق به انگلیسی ها بود و عموی سلطان تا مغز استخوان از انگلیسی ها متنفر و به آنها بی‌اعتماد بود. ارتش ایران در سلاله بیمارستان ارتش را مجهز کرده بود و از پزشکان و پرستاران و کادر پزشکی داوطلب برای مداوای بیماران و مجروحین بهره برداری میکرد و به راستی بیمارستان بسیار خوبی بود که اکثر کارهای پزشکی را بدون نیاز به تهران اداره مینمود. در وقوعه نبرد از ریاست بیمارستان ارتش مستقر در سلاله به سرفرماندهی ارتش ایران گزارشی به این مضمون مخابره شد: عموی سلطان تمایل دارد در زیر پناهندگی به ارتش ایران در بیمارستان ارتش ایران مستقر در سلاله بستری شود. مستدعی است در این باره دستور لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید. گزارش فوق بلافاصله به عرض همایونی رسید
و شاه با پذیرش عموی سلطان در بیمارستان و معالجه مشاوران الهی موافقت و امر به کلی سری بودن موضوع جهت حفظ امنیت جان ایشان نمود و بلافاصله قضیه را با قابوس در میان گذاشت. قابوس از این موضوع فوق‌العاده ابراز خوشحالی کرد و اجازه ملاقات با عموی خود را خواست و شاه اجازه ملاقات را منوط به موافقت عموی سلطان نمود و به فرماندهی ارتش مستقر در عمان توصیه کرد که سعی در جلب رضایت عمو برای ملاقات کنند. عموی سلطان ابراز می کرد که این بیمارستان را من بخشی از ایران می دانم و در حال حاضر در ایران زندگی می کنم و باید بدانید اگر از سوی برادرزاده من آسیبی به من برسد، این آسیب به ایران و شاه ایران رسیده و میزبانان ایشان اطمینان می دادند که هیچ گونه تشویشی نباید خاطر میهمان عزیزمان را مشوش گرداند و بالاخره رضایت داد که قابوس برای ملاقات به بیمارستان و به ملاقاتش بیاید. همانطور که در ارتش‌های جهان اطلاعات از ارکان بسیار مهم و نیرومندی آن ارتش هاست، اطلاعات ارتش ایران نیز از وسایل بگوش یا شنود بهره بردند و مبحث میان عمو و برادرزاده را ثبت کردند. قابوس از عمو گله‌مند بود که از در چنین بحرانی تنهایش گذاشته و با شورشیان بر علیه او قیام کرده. عمو از برادرزاده گله‌مند بود که دست انگلیسی ها را باز گذاشته که کشور را در اختیار خود بگیرند. قابوس می گفت عموی عزیزم می داند که من در آوردن انگلیس ها نقشی نداشتم و حتی می داند که چقدر در تلاشم تا دست آنها را از کشور کوتاه کنم و همین درخواستم از ایران برای کمک به همین منظور است و با امید خدا به زودی کشور به دست خودمان خواهد افتاد و از شر این خبائث خلاص خواهیم شد. نتیجه بحث به اینجا رسید که عمو برای توقف نبرد با برادرزاده 6 ماه آتش بس اعلام کند تا اگر در این مدت مطمئن شد که او خود را از انگلیسی ها دور کرده، نیروهایش را با نیروهای ایران و برادرزادهش متحد کند و نتیجه کار همانطور شد که می‌خواستند و عمو به کمک برادرزادهش آمد. بخشی از عدوها که در اختیار همین عمو بودند تبدیل شدند به الرفیق الشفیق. Thank you.